همکارم علی حسن پور رو از برلین مرتبط با این موضوع با خود داریم علی دلیل افزایش این درخواست ها سوی اسرائیلی ها چیست؟ خب وید میتونه دو دلیل اصلی داشته باشه از طرفی جنگ، نارامی ها و تنش های پایان ناپذیر در منطقه میتونه یکی از دلایل افزایش تقاضا برای پاسپورت آلمانی از سوی شهروندان اسرائیل باشه از طرفی خب تابعیت آلمانی به عنوان یک گزینه جذاب برای بسیاری از شهروندان اسرائیل به نظر میرسه چرا که خب این امکان رو به اونها میده تا به اتحادیه اروپا دسترسی بهتری و راحتتری داشته باشن از طرف دیگه آلمان به عنوان یک کشور با سیاسی و اقتصادی هست که میتونه یک محیط مطمئن رو برای زندگی و کار فراهم بکنه اما از سوی دیگه روند دریافت پاسپورت آلمانی برای شهروندان اسرائیلی در آلمان بسیار آسان شده خب از آگوست سال 2021 بازماندگان رژیم نازی و خانواده های اونها از حق قانونی, قانونی داشتن پاسپورت آلمانی برخوردار شدن در واقع خانواده های قربانیان رژیم نازی که به دلیل تهدید نازی ها به کشورهای دیگه پناه برده بودن میتونن بدون هیچ گونه محدودیتی تابعیت آلمانی دریافت کنن اما خب آمارها نشون میده با بی در منطقه تعداد درخواست های تابعیت آلمانی از سوی شهروندان اسرائیلی روز به روز در حال افزایشه. به گفته وزارت کشور آلمان تنها در نه ماه در واقع اول سال جاری سال 2024 بیش از 18 هزار درخواست تابعیت آلمانی از سوی شهروندان اسرائیلی در این کشور به سب رسیده این در حالی هستش که تعداد درخواست ها در سال گذشته 9 هزار و در سال 2022 تنها 5 هزار مورد بوده با این حال بسیاری از اسرائیلی ها در آلمان هم تحت آزار و اذیت قرار میگیرند بر اساس آمارها از زمان حمله اسرائیل حمله حماس به اسرائیل موارد اسرائیل ستیزانه و یهودی ستیزانه نه تنها اینجا در آلمان بلکه در سراسر اروپا افزایش پیدا کرده اما این نکته رو باید گفت که درخواست تابعیت از یک کشور اروپایی به طور مثال از آلمان از سوی شهروندان اسرائیلی تنها در آلمان رو به افزایشه که خب همینطور که گفتم میتونه یکی از دلایلش آسان بودن دریافت پاسپورت این کشوره برای اسرائیلی ها چرا که خب همین مورد افزایش یهودی ستیزی در فرانسه دقیقا داره برعکس عمل میکنه و به گزارش رسانه های فرانسه افزایش یهودی در این کشور باعث شده بسیاری از شهروندان اسرائیلی این کشور را ترک بکنند و به اسرائیل برگردند به طور کلی ترکیب بحران امنیتی در منطقه و احساس ناامنی میتونه موجب افزایش درخواستها برای دریافت تابعیت آلمانی شده باشه بسیار تشکر از خودت علی حسن پورانکارم در بلین ممنون